جمع کثیری از مردم بیت المقدس، راهی کنست پارلمان اسرائیل شدند تا برای آخرین بار با آریل شارون وداع کنند. در میان بازدیدکنندگان شیمون پرز رئیس جمهور این کشور نیز حضور داشت که با اهدای تاج گل به همراه قدیمی خود ارج نهاد. تابوت آریل شارون روز یکشنبه تا ساعت شش بعد از ظهر به وقت محلی در صحن پارلمان این کشور خواهد ماند. تا علاقمندان به او فرصت ادای احترام داشته باشند. <applause> یکی از شرکت کنندگان می گوید او یک چهره جنجالی بود، اما فکر می کنم کسی که باید تصمیم بگیرد و کاری را انجام دهد، همیشه تصمیم های بحثنگیز خواهد داشت. او مردی بود که نقش محوری در تاریخ اسرائیل داشت و یک قهرمان بود. دیگری میگوید بدیهی است که برخی از او ناراحت باشند و فکر کنند که او به آرمانهایشان خیانت کرده اما او می گفت من در جایگاهی که هستم چیزهایی را می بینم که قبلا نمی دیدم و این یک واقعیت است. شخصا فکر می کنم اقدام او در خروج از غزه کار درست و ضروری بود و اکثریت اسرائیلی ها خود را مدیون او می دانند و به او احترام می گذارند. <applause> بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور نیز به تصویر او ادای احترام کرد و جلسه امروز کابینه اسرائیل پس از یک دقیقه سکوت برگزار شد. آقای نتانیاهو روز گذشته در پیامی آریل شارون را یک جنگجوی شجاع و یک رهبر بزرگ نظامی خواند.